یکی از عجیبترین فیلم هایی که خشونت موجود توی دارک فیب رو به شما نشون میده. گیلاسیا سلام، امروز میخوام فیلم آنفرندد رو ببینیم که یکی از بهترین ها در زمینه فضای مجازی و دارک فیبه. خیلی قشنگ میاد لایه های ترسناک این فضای مجازی رو به شما نشون میده و خوبم است بدونیم به خاطر اینکه یه وقت ممکنه مسیرمون به دارک فیب بخوره و باید مراقب خیلی چیزها باشیم. بریم ما فیلم رو ببینیم، حواسرم به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی ماتیاس رو در حال صحبت با دوست دختر ناشنواش یعنی آمایا میبینیم. قبلا با زبون اشاره صحبت میکردن و ماتیاس خبرم میده لپتاپ جدیدی گرفتم و برنامه باحالی توش ریختم. برنامه‌ای که میتونیم یه سری زبون اشاره بهش بگیم و ضبط کنیم و هر بار چیزی رو تایپ کنیم خودش اونا رو برامون پخش میکنه. انگاری مثل یه دونه مترجم زبون عادی به زبون اشاره است. یکم با هم امتحانش میکنن و یه دفعه برنامه قطع میشه و هر دو هم کلافن. آمایا هم در خونه‌شون رو کیک میزنه و میره که بازش کنه و تماسو قطع میکننش. حالا هر چی که ماتیاس بهش زنگ میزنه دیگه جوابی نمیگیره. چند لحظه بعدم یکی از دوستاش به اسم سرینا توی فیسبوک بهش پیام میده که بیا توی چت گروهیمون میخوایم بازی کنیم. ماتیاس هم یه بار دیگه به امایا پیام میده که چرا جواب نمیدی و در آخر هم میره توی چت گروهیشون. یه نکته مهم اینه که هر بار ماتیاس یه برنامه رو باز میکنه یه آیدی ایمیل دیگه روش هست به اسم نورا. نمیدونه این نورا کیه و همیشه پاک میکنه و آیدی خودشو میزنه. این دفعه یه سری پیام برای همین آیدی نورا میاد و برای همینم که کنجکاو شده میره توی فیسبوک طرف تا ببینه چیه. کلی دختر مختلف بهش پیام دادن و همشون هم دارن میگن چرا بلیط هواپیما برامون نمیفرستی. ماتیاس نمیدونه جریان چیه و فقط کلی فیلم از این دختر رو میبینه. توجه زیادی هم نمیکنه و میره تو آیدی خودش تا با رفیقاش بازی کنه. رفیقاش یعنی همون کسی که پیام داده بود، سرنا، که کنار دوست دخترش ناری نشسته. یکیشون به اسم ای جی، یه پسری به اسم دیمن که خیلی هم خرخونه، یکی هم دیجی به اسم دیجی لکس. برنامه‌شون این بوده که امشب خونه ای جی جمع شن، اما خب چون همشون درگیر بودن قرار شده همینطوری آنلاین بازی کنن. همشون هم از کیفیت دوربین ماتیاس متعجب میشن و اونم میگه که یه لپتاپ جدید از برنامه کریگلیس خریدن. کریگلیس مثل دیوار همون آمریکاییاست. یه دفعه لپتاپ ماتیاس هنگ میکنه و از برنامه میاد بیرون. دوباره لاگ این میشه و این بار به دوستش دیمن پیام میده و میگه که کامپیوترش اینطوری میشه و هنگ میکنه. دیمن هم میگه چک کن شاید حجم کامپیوترت پر شده. اونم یه نگاه میندازه و میفهمه آره همه درایواش پرن، اما هیچ چیزی توی کامپیوترش نیست. بر همینم عجیبه. دیمن یه برنامه معرفی میکنه، ماتیاس هم دانلودش میکنه و با استفاده ازش میفهمه نزدیک 960 گیگ فایل مخفی توی کامپیوتره. به دوست دخترش امایا هم یه پیام دیگه میده چون هنوز ازش خبری نشده. بعدم به دیمن میگه که فایل ها مخفیان و ازش یه کد میگه که با وارد کردنش فایل های مخفی توی کامپیوترش نشون داده میشن. یه سری فایل عجیب که همشون فیلم های شخصی از آدم های مختلفن. همین که بالاخره تماس ماتیاس با گروهشون برقرار میشه بیخیال میشه و میره تو گروه تا بازی کنن. ناری خبر میده که سرنا ازش خواستگاری کرده و همه براشون خوشحال میشن. اما یه خبر بدم اینه که مادر سرنا سرطانش قوی تر شده و حالش خوب نیست و ممکنه هر لحظه از دست بره. ماتیاس هم که نگران امایا شده یکی از فیلم های قدیمیش رو میبینه و چند لحظه بعد امایا خودش از فیسبوک زنگ میزنه. اونم جواب میده و میبینه که امایا دستش ناراحته چون معتقده اگه ماتیاس به این رابطه اهمیت میداد بیشتر تو کلاس های زبون اشاره شرکت میکرد، راحت تر با هم صحبت میکردن. اما ماتیاس الکی رفته یه برنامه ساخته که فقط کارش رو راحت تر بکنه. وسط همین بحثاشونه که ماتیاس یه سری پیام از فیسبوکش میگیره از یه نفر به اسم اریکا، یه نفری که داره بهش میگه جواب منو بده و اگه جواب ندی زندگیتو نابود میکنم. خیلی برای ماتیاس عجیب و حواسش پرت شده و امایا هم که فکر میکنه دوست پسرش بهش اهمیت نمیده تلفنو قطع میکنه. ماتیاس که هنوز نمیدونه چه خبره به این دختر که پیام داده بود یعنی اریکا جواب میده و میگه چی میخوای؟ اصلا تو کی هستی؟ اریکا هم میگه من همونی ام که لپتاپشو دزدیدی. ماتیاس میگه به خدا من اینو از برنامه کرگلیس خریدم، اما اریکا مینویسه پس بهتره زودتر پس بدیش. ماتیاس بازم میگه که من اینو خریدم و این بار اریکا مینویسه اگه راست میگی لینک جایی که ازش خریدی رو بفرست، لینک اون تبلیغ رو بده. حالا میفهمیم که واقعا ماتیاس این لپتاپ رو دزدیده بود و اصلا نخریده. برای همینم مینویسه که الان میبرم همون جایی که پیداش کردم میذارم برش دارید. بعدم میره تو گروه رفیقاش و میگه که یه کاری دارم انجام بدم برمیگردم. اما قبل اینکه لپتاپ رو خاموش کنه یه پیام دیگه برای فیسبوک همون نورا میاد که توی کامپیوترش بازه. یه نفر به اسم شارون توی این پیام نوشته از کاری که دفعه قبل انجام دادی خوشم اومد، الانم دارم یه پول دیگه برات میذارم تا یه بار دیگه برام انجام بدی.
ماتیاس که نمیدونه جریان چیه اما بوی پول به مشامش خورده، تصمیم میگیره یه جوری این پول رو هم بالا بکشه. البته از طرفی هم کنجکاوه که بدون کار این نورا چیه و چرا فیلم مردم توی لپتاپشه. اون کسی که پیام داده بود یعنی شرون مینویسه که بیا توی برنامه ریور. ماتیاس هم سریع از دوستش دیمن میپرسه برنامه ریور چیه. دیمن هم میگه اصلا نمیدونم، تا حالا نشنیدم. یکم توی لپتاپ خودش میگرده و برنامه به اسم ریور میبینه و بازش میکنه. چند لحظه بعد بک‌گراند کامپیوتر کلا تغییر میکنه و یه صفحه رو نشون میده که یه نفر تو قایق داره همینطوری میره جلو. همه چیز عوض شده و انگار یه صفحه چت هم براش باز شده که میتونه با آدم‌های دیگه ای صحبت بکنه. این جریانو برای دوستاش میگه و خیلی براش عجیبه و صفحه‌ش هم به اشتراک میذاره. دیمن میگه که این برنامه ریور توی دارک وب استفاده میشه. کسایی که میخوان کارهای خطرناک انجام بدن و معامله بکنن میان توی ریور و مثل یه رودخونه مخفیه اینجا حرفشون رو میزنن و بعد میرن بیرون. هیچ حرفی هم اینجا قابل ردیابی نیست. حالا دوستاش هم کنجکاو شدن و بالاخره ماتیاس حقیقتو میگه. میگه که من چند وقت پیش یه دونه کافه استخدام شدم و یه مدت میبینم که این لپتاپ توی جعبه های گم شده است و هیچ کس هم بهش دست نمیزنه. برای همین برداشتم آوردمش و همه چیز حالا داره عجیب غریب پیش میره. این در حالیه که تو صفحه چت کناری هم که برنامه ریور باز شده یه عالمه آدم تو شبکه اسم همشون شرونه. جالبه که شرون از آخر به اول اگه انگلیسیشو بخونید میشه نورا، یعنی اسم کسی که صاحب اصلی لپتاپ بوده. بقیه بچه‌ها کنجکاوترن و ماتیاس فیلم‌هایی که پیدا کردن بهشون نشون میده. فیلم‌های خونه مردم. یکی از دخترها میگه که خیلی جالبه چون رو اسم فایل‌ها آدرس محل زندگیشون هم هست. دیمر هم که دیگه خارمادر کارهای کامپیوتریه میگه یه سری هکرها با ماشین تو خیابونا میچرخن و به وای‌فای های ضعیف وصل میشن. اینطوری دوربین‌های امنیتی خونه‌ها رو هک می‌کنن و تمام راه‌های گریز خونه رو به بقیه میفروشن به خاطر اینکه دزدا ازش استفاده میکنن و به راحتی به خونه ها میرن. ای جی متوجه یک کیف پول مجازی توی کامپیوتر میشه و به ماتیاس میگه بازش کن. وقتی باز میشه میفهمن شرون، یعنی همون که پیام داده بود، یه مقدار زیادی بیت کوین به این کیف پول واریز کرده. همون دیگه تو پیامش گفته بود. بیت کوینی که به پولشون میشه نزدیک 10 میلیون دلار. چشمای ماتیاس این همه پول برق میزنه. تو برنامه ریور به صفحه چتش با شارون میره و اون براش نوشته که پول کافی بود یا نه. ماتیاس میپرسه برای چه کاری. شارون مینویسه که تیره ترش کن، میخوام آروم ترش انجام بدی با این متد جدید. ماتیاس مینویسه چه متدی و شارون میگه ترفینیشن. اصلا ماتیاس نمیفهمه یعنی چی، توی گوگل سرچ میکنه و میفهمه که این کلمه به یه عمل جراحی وحشتناک گفته میشه. عمل جراحی که طی اون با یه وسیله نوکتیز تو جمجمه آدم‌ها سوراخ ایجاد میکنه. شارون پیامش ادامه میده و میگه میخوام یه چیزی توی جمجمه‌اش بندازی، ولی قبلش قشنگ بهش نشون بده چون میخوام اون ترس توی چشمای دختره ببینم. یه آینه هم جلوش بذار که همه این مراحل رو به چشم خودش ببینه. در آخر هم میگه که اگه یه چیز زنده بندازی داخل جمجمه‌اش و خود دختره هم تا آخرین مرحله زنده بمونه، پول بیشتری بهت میدم. همه بچه‌ها ترسیدن و خود ماتیاس هم وحشت زده شده. به پیشنهاد دوستاش سری برنامه ریورو میبنده و ازش خارج میشه. همین لحظه پیام دیگه‌ای تو فیسبوک براش میاد از طرف اریکا، کسی قبول لپتاپو بهش پس بده. اریکا نوشته من اومدم به کافینت اما تو اینجا نیستی، پس لپتاپم کو. و بقیه بهش میگن که جواب نده، اصلا پیامو ولش کن. بعدم پیشنهاد میدن که بره تو فایل‌های مخفی و ببینن چه فیلم‌هایی وجود داره. اونم میره داخلشون و آخرین فیلمو پخش میکنه. یه فیلم خیلی تاریک و وحشتناک که مردی میاد یه کاسه رو زمین میذاره و چند لحظه بعد دختری که با زنجیری وصل شده میاد بیرون و از اون کاسه میخواد غذا بخوره. تو یکی دیگه از ویدیوها دختری میبینن که توی یه بشکه زندانی شده. ای جی که یکم در مورد اینا اطلاعات داره میگه اینا همشون ویدیوهای درخواستیان. بعضیا توی دارک وب مثل همین شارون میان چیزهای وحشتناکی رو درخواست میدن و هستن کسایی که انجامشون میدن و در قبالش پول میگیرن. احتمالاً نورا هم با لپتاپش همچین کاری رو انجام میداده و این چند تا ویدیو آخر هم از نمونه کارهای خودشن. دوست دختر ماتیاس یعنی آمایا هم زنگ میزنه اما اون که الان خیلی ذهنش درگیره تماس رو رد میکنه. یکی دیگه از ویدیوهای آخر رو پخش میکنه که توی اون دختری خوابیده. مردی یواشکی از پنجره میاد تو، میره بغل دختر و اونو میبوسه. بعد میاد جلوی دوربین و نصف چهره خودش نشون میده که ثابت کنه خودشه و از اتاق میره بیرون. تاریخ این ویدیو برای چند روز پیش و آخرین ویدیو لپتاپه.
بقیه دخترها از جمله سرنا میفهمن که قربانی بعدی این نورا قراره همین دختره باشه، چون روش کار تو دارک وب اینطوریه، یه نفر علامت میزنن و به دیگران نشون میدن مثل همین دختره و بقیه یه مزایده برقرار میکنن. یه نفر مثل همین شارون یه پیشنهاد پولی خیلی زیاد میده که هر بلایی میخوان سر دختره بیارن و میدونیم که قراره چه بلایی الان سرش بیاد. مغز ماتیاس دیگه ترکید و برا همینم از آیدی فیسبوک نورا خارج میشه و میره تو آیدی خودش. به اما یا دوست دخترش زنگ میزنه و وقتی که جواب داده میشه هیچ کسی پشت لپتاپ نیست. یکم نگرانه تا اینکه هم اتاقی اما یا میاد جلوی لپتاپ و میگه فکر کنم که رفته همون. یکم خیال ماتیاس راحته تا اینکه یه رفعه تصویر قطع و وصل میشه و پشت سر این هم اتاقی مردی میبینه که با یه ماسک وایساده. مرد به دختر حمله میکنه و توی چند ثانیه بعد اونو خفش میکنه. حالا جلوی لپتاپ میشینه و میگه من نورا هم صاحب اون لپتاپ، اگه بهم پسش ندی نفر بعدی دوست دخترته. بعدم از گوشی خودش صفحه کامپیوتر ماتیاس رو بهش نشون میده، یعنی به همه چی دسترسی داره و خودش و دوستاشو از اون موقع داره تماشا میکنه. بعدم میگه من همه چی رو زیر نظر دارم، اگه خودت یا دوستات هر کدوم تماستون رو قطع بکنین دوست دخترت امایا رو از بین میبرم، اگرم به پلیس زنگ بزنید همین اتفاق میفته. حالا هم باید زنگ بزنی به امایا و اونو بکشونی سمت خودت. منم اونو تعقیب میکنم و دنبالش میام. وقتی بهت رسیدم لپتاپو بهم پس میدی و هر دوتون سالم میمونید. هکر سری تماساشو پاک میکنه و از اونجا خارج میشه. چند لحظه بعد ماتیاس هم که خیلی وحشت‌زده است و ترسیده میگه سری بیا سمتم، کار مهم دارم است. بعدم آنلاین میشه و به دوستاش حرف میزنه. سرنا میگه که دوست دخترم ناری داره میره سمت ایستگاه پلیس و گفت که سری بری اونجا پیشش، میخواد همه چی رو لو بده. یه دفعه این نورا پیام میده و میگه اگه پاتون به ایستگاه پلیس برسه آمایا زنده نمیمونه. ماتیاس که خیلی ترسیده و همه چیز داره هم میپاچه به دوستاش میگه که همه چی رو دروغ بهتون گفتم، باشم مسخره باز در میآورم، نگران نباشید، این لپتاپم برای خودمه، فقط میخواستم بترسونمتون، میخواد اینطوری خیال همه راحت شه و هیچ کس به پلیس خبری نده. موفقم میشه و نورا هم پیام میده آفرین کارت خوب بود و همین لحظه حالا آمایا پیام میده که من نمیخوام بیام پیشت. باز دوباره برنامه‌ها به هم ریخته. ماتیاس شروع میکنه به صحبت و زنگ میزنه به امایا. براش توضیح میده که من خیلی رابطه‌مون رو دوست دارم و عاشقتم، فقط باید بیای رو در رو با هم دیگه یکم صحبت بکنیم. در آخر هم قانعش میکنه و اونم حاضر میشه که راه بیفته. حالا میره توی چتش با رفیقاش. رفیقاش هنوز شک دارن و فکر میکنن جون ماتیاس تو خطره، اما بهشون حرفی نمیزنه. مخصوصا حالا که توی اینترنت سرچ میزنن و میفهمن دقیقاً همزمان با تاریخ اون آخرین ویدیو دختری به اسم اریکا از خونه‌شون ناپدید شده و هیچ کی خبر نداره. پس یعنی یه بلایی سر این دختر آوردن و قطعاً دزدیدنش. بازم ماتیاس همه چی رو انکار میکنه و دیمن حرف عجیبی میزنه. میگه من خیلی خوشحال بودم و فکر کردم واقعاً پولدار شدی. چون اگه واقعاً اینطوری شده بود میتونستی پولو از حساب طرف برداری و کلاً بلاکش کنی. ماتیاس فکری به سرش میزنه و سری از کیف پول مجازی طرف یه درخواست ثبت میکنه تا بیت کوین ها به حساب خودش بیاد. اما قبل اینکه تاییدو بزنه نورا پیام میده. میگه این کارو نکن، من فقط کامپیوتر رو میخوام. این یه اشتباه بزرگه. اگه همچی کاریو انجام بدی همه میافتن دنبال من و تو. من با یه باند بزرگ کار میکنم و جونمون تو خطره. اما ماتیاس تاییدو میزنه. نورا که خیلی هول کرده حالا زنگ میزنه به ماتیاس. بهش میگه که کسایی که من باهاشون کار میکنم همه چی رو زیر نظر دارن. حالا فکر میکنن من این پولا رو به کارت دیگه ای انتقال دادم تا همه رو بالا بکشم و فرار کنم. همین لحظه هم برنامه ریور خود به خود باز میشه. شارونی که تو برنامه بود بهش پیام میده و میگه که هویت خودتو تایید کن، کد ورود تو بگو. نورا که خیلی وحشت زده شده حالا چهره خودش حتی به ماتیاس نشون میده. میگه به خدا اگه بفهمن که لپتاپو من دزدیدی و این کارو انجام دادی هم تو نابود میشه هم من، سراغ هر دومون میان. ماتیاس تهدید میکنه که دوست دخترمو ول کن و بیارش تا همه چی تموم بشه. نورا میگه اونو باید تا همین چند لحظه بعد رمزو بدونن و الا همه چی به فنا میره. این در حالیه که شارون هم مدام مینویسه رمز عبور رو بگو، رمز عبور رو بگو. نورا میگه که فقط لپتاپو بردار بیار، همه چیز دیگه تمومه، دوست دخترم هیچ کاری ندارم، هم اتاقش هم هیچ کاری نکردم، فقط بیهوش شده و تو خونه خوابیده. حالا ماتیاس میگه که نه دیگه اونا کافی نیستن، تو یکی به اسم اریکا هم دزدیدی، باید اونم سالم ولش کنی چون جون اونم تو خطره، بعدن میتونی لپتاپتو پس بگیری. شارون توی دارک وب نوشته این آخرین اخطار رمز عبور رو بگو. نورا که هیچ راهی نداره رمز به ماتیاس میگه و اونم تایپ میکنه. شارون مینویسه برای چی پولتو انتقال دادی و حالا نورا همکاری میکنه و بهش میگه چی بنویسه. ماتیاس مینویسه میخواستم از بیت کوین به اتریوم تغییر بدمش. شارون همچنان مشکوک و میپرسه ولی برای چی، و بازم با راهنمایی نورا ماتیاس مینویسه که یه مقدار سودش اینطوری بیشتره و یکی بهم آمار داده این کارو انجام بدم. شارون هم بالاخره قانع میشه. برنامه ریور هم خود به خود بسته میشه و ماتیاس برمیگرده به چتشون، جایی که ناری و سرنا خیلی عصبانی هستن چون تحقیق کردن و مطمئن شدن اریکا
توسط صاحب اصلی این لپتاپ دزده شده و ماتیاس جونش تو خطره و داره دروغ میگه. نکته دیگه هم اینه که دوست دیگه‌ش نیم دی‌جی لکس مدتی از سفر رفته و اصلا نمیدونن کجاست. قبل اینکه ماتیاس بتونه توضیح بده، یه نفر تو گروه میادش، کسی به اسم شارون، همون کسی که توی دارک وب پیام میداد. ماتیاس سعی میکنه حذفش کنه، اما همینطوری پشت هم 10 تا شارون دیگه هم میان و هیچ کدوم هم از گروه خارج نمیشن. همشون ترسیدن و یه رفعه ویدیویی روی صفحه همه نمایش داده میشه، ویدیویی که توی اون هکرها به راحتی وارد اکانت دی‌جی لکس میشن، آدرس خونش رو از اون بر میدارن. یه رفعه ویدیویی دیگه نمایش داده میشه از دم خونه دی‌جی لکس. ویدیو نشون میده که دی‌جی رفته پشت بوم وایستاده، یعنی الان که توی چت نیست تو پشت بومه. یه نفر از پشتش هولش میده و ویدیو با وحشت همه به پایان میرسه. دوست دختر ماتیاس آمایا هم زنگ میزنه و میگه تو راهه و ماتیاس میگه تلفن رو قطع نکن. بعد دوباره میره توی چتشون و همه ترسیدن و میگن چی شده، چه اتفاقی داره میفته. ماتیاس بالاخره حقیقت رو میگه از اول تا آخر، از جمله صحبتش با نورا، شارونایی که توی چت بودن، این شارونی که توی گروه عضو شد، این گروه هکر بزرگ، و همه چی رو مو به مو بهشون میگه. بعدم میگه برای محافظت از جون امایا مجبور بودم بهتون دروغ بگم. الانم امایا داره میاد پیشم و همین که لپتاپو به اون نورا تحویل بدم همه چیز تمومه. اما ناری میگه که غیر ممکنه قضیه تموم بشه. اگه الان نورا داره دنبال امایا میاد، پس کی بوده که دی‌جی لکس رو از اون بالا هل داده؟ ماتیاس میگه فکر کنم شارونا به هم شک کردن و کار اوناست. احتمالاً اونا اومدن توی کامپیوتر و لکس رو پیدا کردنش. یکی دیگه از دوستاش میگه که خب الان داری بهمون میگی نورا همه چیو میشتوه که میفهمه بهمون حقیقتو گفتی. اما متایاس میگه که نه، حواسم هست. به دوست دخترم امایا گفتم که از مترو استفاده کنه. هر باری که امایا اینترنتش قطع میشه و چراغ فیسبوکش خاموش میشه، یعنی اون هکرم الان اینترنت نداره و نمیتونه ما رو ببینه. از این طریق میتونم کنترلشون کنم. جریان این که پول نورا هم دزدیده و ازش خواسته اریکا رو آزاد کنم بهشون میگه. یه رفعه ای امایا آنلاین میشه و میفهمن هکر داره میشنبه. خیلی طبیعی شروع میکنن به بازی کردن و دیگه حرفی از این جریان ها نمیزنن. نورا که همه چی داره میبینه دوباره ماتیاس پیام میده و میگه دی‌جی لکس کجاست. یعنی مشخصه هیچ خبری نداره که چه بلایی سر اون اومده و ماتیاس هم بهش خبری نمیده. به محض اینکه دوباره تو مترو اینترنت امایا قطع میشه، صحبتشون رو ادامه میدن. دیمن میگه سری بکاپ کامپیوتر برای من بفرست، اینطوری شاید بتونیم از آی پی هایی که توش هستش جون چند نفر نجات بدیم. معلوم نیست این گروه چه بلایی سر آدمای مختلف آوردن. ناری میگه که به یکی از دوستام که پلیس هم هست گفتم داره میاد اینجا، جای ما امن و حواسش بهمون هست. دیمن هم که کلا توی استودیو خیلی خفن و مجهزه، برای همین جاش امنه. تنها کسی که جونش رو خطره ایجیه. ماتیاس هم سری بهش میگه که برو مادرتو بردار، از اونجا فرار کن تا ما این جریانو حل کنیم، جون تو خطر نباشه. تا بخوام به خودشون بجنبن دوباره امایا آنلاین میشه و هکر داره میبینتشون. طبیعیشو میگیرن و از اونجایی که دوست دختر سرینا، یعنی ناری، تو تصویر نیست و رفته با رفیقش هم کنه، سرنا علکی میگه که حال دوست دخترم خوب نیست و نمیادش. بازیو ادامه میدن و یه دفعه یه دونه دیگه از اون شارونا توی گروه عضو میشه. صفحه رو نشون میده که کامپیوتر ایجیه. از طریق تلفن خونه ایجی به پلیس زنگ میزنن. حالا کلی ویدیو پشت هم چیدن که از صحبت‌ها و حرفای قدیمی ایجیه. حرفاشو پشت هم یه جوری چیدن که انگاری میخواد یه عملیات وحشتناک توی شهر انجام بده و کلی آدمو از بین ببره. پیامی که قطعاً پلیسو نگران کرده و قسمت وحشتناکش اینه که این تماس 10 دقیقه پیش گرفته شده. همین لحظه نیروهای پلیس میرسن و به در خونه ایجی میکوبن. ایجی که تحصیل دستشو میگیره بالا و میخواد خودشو تسلیم کنه، اما هکرها از طریق اسپیکرهای خونه ایجی کلی صدای تیراندازی پخش میکنن. نیروهای پلیس فکر میکنن ایجی خیلی خطرناکه و بدون اینکه هیچی رو بررسی کنن میان داخل و شلیک میکنن. کار ایجی هم تموم میشه. بقیه ترس خشکشون زده و هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. ماتیاس میگه که حالا این گروه هکر افتادن دنبال هممون، حتی اونی که لپتاپ ازش دزدیدم، یعنی نورا هم جونش تو خطره. برای همینم مطمئنم همین که هم مترو بیاد بیرون دوست دخترم امایا رو میکشه. سرینا میگه که من اون موقعی دوست دخترم ناری و فرستادم مترو دنبال امایا، برای همینم خیالت راحت، پیداش میکنه و نجاتش میده. یه رفعه یه جن شارون دیگه توی گروه میاد. تصویری از سرینا و دوست دخترش ناریو نشون میده. تصویری که دارن با هم دیگه صحبت میکنن، کلی فیلم گرفتن و دارن برنامه عروسیشون رو میریزن. سرینا میگه که مامانم حالش خوب نیست، سرطان داره تو بیمارستانه، برای همین بهتره که مراسممون رو بریم اونجا بگیریم، چون دوست دارم مامانم اونجا باشه. خیلی خوشحالن توی این فیلما و سرینا هم با دیدنش داره اشکش میریزه. یه رفعه هکر دو تا تصویر نشون میده. یکی از بیمارستان و مادرشه، یکی هم از ایستگاه مترویی که دوست دخترش ناری اونجاست. بهش میگه که کدومو میخوای نجات بدی. سرینا وحشت زده است و نمیتونه تصمیم بگیره و تایمر روی صفحه به پایان میرسه.
چند لحظه بعد یه نفر از پشت میاد و ناریو هول میده جلوی قطار، قطاری که امایا داخلشه. از طرف دیگه هم توی بیمارستان یه نفر میره و دستگاه‌های مادر سرنا رو قطع میکنه و اونم از دست میره. ماتیاس و دیمن که قطع شده بودن تازه به چت برمیگردن. سرنا داره گریه میکنه و یه نفر از پشتش نزدیک میشه. چند لحظه بعد کار سرنا هم تموم و ماتیاس و دیمن فقط از وحشت فریاد میکشن. حالا دیگه ماتیاس هیچی براش مهم نیست و میگه من میخوام برم مترو و امایا رو نجات بدم. دیمن هم میگه برو، منم یه سری برنامه دارم و میخوام اونا رو انجام بدم. به محض رفتن ماتیاس، دیمن رو به دوربین و هکر یعنی شارون میگه که توی این مدت همه چی رو ضبط کردم. بکاپ کامپیوترم برام اومده، تمام آی پی هایی که ازش استفاده کردید رو دارم. قشنگ میدونم کیا بودید، اسماتونم حتی میدونم. همه رو برای پلیس فرستادم و دیگه کارتون تمومه. حالا شارون یه ویدیو دیگه نشون میده. این بار توی فتوشاپ عکس‌های از ماتیاس و دیمن رو برداشتن و توی تمام اون فیلم‌هایی که توی لپ‌تاپ بوده جاگذاری کردن. از جمله همون ویدیویی که یه نفر میومد تو اتاق اریکا و اونو میبوسید. یعنی ویدیوهایی که دیمن برای پلیس فرستاده همشون ادیت شده بودن و چهره ماتیاس و خود دیمن به جای این آدم‌های عوضی بوده. چند لحظه بعد دوربین اتاق ماتیاس روشن میشه و دیمن میبینه که یه نفر با ماسک میاد و اریکا رو توی اون اتاق میذاره. دیگه حالا پاپوششون کامل شده و اگه پلیس دنبال ماتیاس بیفته حتی اریکا هم تو اتاقش پیدا میکنه. دیمن وحشت زده به ماتیاس زنگ میزنه و همه چی رو میگه. میگه همه چی یه بازی بود. اونا از اول میخواستن ما رو بازیمون بدن. حتی نورا لپتاپو از قصد جا گذاشته بود اونجا تا یه نفر پیداش کنه و اینطوری چند نفر رو به بازی بگیرن و وسط تفریحشون جور بشه. حالا کامپیوتر ماتیاس دوست دخترش امایا زنگ میزنن. دوباره ویدیوهایی از همون برنامه ناشنواها براش ساختن و از زبون ماتیاس بهش آدرس یه ساختمون درب و داغون رو میدن، میگن بیا اینجا کارت داریم. امایا هم باور میکنه و میره اون سمتی. همین لحظه هم تو اتاق دیمن میبینیم که یه آدم ماسک داره دیگه میاد و اونو میکشونه به اتاقی و به طرز وحشتناک اونو دارش میزنه. روی کامپیوترش هم یه صفحه ورد باز میکنن و نامه مینویسن که انگار دیمن از زندگی خسته شده بود و خودش این کارو با خودش انجام داده. کار این مردم تموم میشه. ماتیاس دیگه حالش اصلا خوب نیست. همه رو از دست داده و دوباره لپتاپ رو روشن میکنه. رو به هکرها میگه چرا این کارو با من میکنید؟ ببخشید اگه هر کاری انجام دادم، فقط بگید چرا. یکی از هکرها ویدیویی از خود این مرد پخش میکنه. ویدیو ماتیاس که میگه وقت بازیه، شب بازیه. یعنی همه چی براشون یه بازی بوده. صفحه دیگه پخش میشه که توی تمام دارک وب هستش. روش نوشته که ماتیاس زنده بمونه یا نه و تمام افرادی که توی دارک وبن دارن رأی میدن. این در حالیه که توی خونه ماتیاس یه رفیق اریکا به هوش میاد. اریکایی که قربانی این روانیا بوده. میاد جلوی کامپیوترش و با ماتیاس میخواد صحبت بکنه. متوجه زخم روی پیشونیش میشه و همین که دست بهش میزنه پوستش میفته و متوجه میشیم اون عمل وحشتناک حتی روش انجام دادن و همین لحظه اونم از دست میره. رأی‌گیری هم به پایان میرسه و خب مشخص روانی های دارک وب همشون گفتن که نه، ماتیاس زنده نمونه. همین لحظه یه ماشین از دور میاد و با سرعت ماتیاس میزنه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا یه بار دیگه میگم من توی پیج اینستاگرام و کانال یوتیوب خودم یه ویدیو گذاشتم به اسم قصه نوید و قباد. یه قصه تراژدی خیلی دردناک و وحشتناک. امیدوارم ببینیدش و با حمایتتون اینو به اشتراک بذارید. اگه خوشتون اومد بازم قرار میدم. میریم سراغ دارک وب، جایی که شاید خیلی یا الکی بگن اصلا نرفتید توی، شاید خیلی یا بلوف بزنن آره ما صبح تا شب دارک وبیم. ولی اینو به همه میگم، اگه مسیرتون به دارک وب خورد سریع ازش فرار کنید. کلا هر چقدر مواظب باشی، هر چقدر از 10 تا وی پی ان استفاده کنی، از تور وارد چی بگی آی پی امو دارم میبندم، بگی نمیدونم فلان چیزو گذاشتم که طرف نمیتونه به سیستمم وارد شه، هر کدوم اینا رو بذاری روک بهت بگم، هر کسی که برات این راه ها رو ساخته تا بتونی آی پی تو مخفی کنی یه برنامه هم ساخته که بتونه ضد اون عمل بکنه و قطعا همه هکرها به اینا دسترسی دارن. حالا تو هر چقدر بخوای خفن کار کن، هر چقدر بخوای ناب باش، آخرش یه نفر تو بهتر پیدا میشه که پیدات بکنه و اون لحظه است که ازت آتو رو میگیره، کل سیستمت میاد دستش و مجبور میشه هر کاری که بیگن انجام بدی. دارک وب اگه جای ساده ای بود، اگه انقدر راحت میشه ازش فرار کرد، تا الان هزار تا دولت مختلف دست به کار شده بودن تا جلوی این اتفاقات پیش میفته رو بگیرن. توی دارک وب دارن قسمت‌های مختلف بدن انسان میفروشن، دارن بچه خرید و فروش میکنن. قسمت‌هایی از دارک وب هست بمب اتمی یا کد بمب اتمی کشورها توش به فروش میره. دیگه شما تا تهش برو. چرا دولت‌ها نمیان این چیزا رو ببندن؟ چون نمیتونن، در دستشون اصلا توانشون ندارن. پس مراقب باش، چون ممکنه خودت یکی از قربانی‌هاشون بشی. برای همینم میگم این جور فیلم‌ها الکی نیستن، چرت و پرت نیستن وقتی ساخته میشن.
واقعا هم چیزهایی وجود داره. برای همه پیش میاد که تو یوتیوب، پادکست، اخبار، جاهای مختلف جنایتایی که دنیا اتفاق میفته رو میبینن. مثلا همین یارو زن کلثوم بودش که شوهرش همه رو میکشت. همه این چیزها رو آدما به چشم میبینن. ولی شما تصور کن 90% دنیای مجازی و اینترنت توی دیپ وب و دارک وب خلاصه میشه و از این 90% هیچ خبری به بیرون درز نمیکنه. شما ببین چقدر اتفاقهای وحشتناکتری اونجاها میفته که اصلا به گوش من تو نمیرسه. یه بارم یه جا خوندم، یعنی توی یوتیوب ویدیو داشتم میدیدم که حرف برخلاف حرف من میزد، که من اولش گفتم دولت‌ها نمیتونن دسترسی پیدا کنن به دارک وب و اینا. این ویدیو داشت توضیح میداد که آقا همشون میتونن دسترسی پیدا کنن، اینو جلوشو نمیگیرن به خاطر اینکه خیلی از درآمدهای دولت‌ها از همین دارک وب و دیپ وب میاد، خیلی از سلاح‌هاشون ازش میفروشن، میاد خیلی از قاچاق‌هاشون از طریقش انجام میدن و چون یه بستری هستش که هیچ و چون بستری هستش که بر فضای چون بسری هستش که بر مبنای ارز دیجیتال هم میچرخه، یعنی تمام خرید و فروشاش با بیت کوین و اتریوم و اینجور چیزاست، دیگه دولت ها مجبور نیستن که سود بانکی ارائه بکنن یا کارمزدی به بانک ها بدن، خیلی راحت میتونن هر نقل و انتقالی میخوان انجام بدنش. برای همینم هیچ وقت نمیان جلوشو بگیرن. به نظرم اینم میتونه درست باشه، حالا با اینکه حرف خودم رو رد میکنه، ولی این هم غیر منطقی نیستش، چون دیدین که سیستم های مختلف چه کارهایی انجام میدن برای اینکه درآمد داشته باشن و اینم چیزی نیستش که بخوان ازش سر باز بزنن. دیگه همین، مراقب خودتون باشید، دوستتون دارم، لایک کامنت ساب یادتون نره، روزتونم گلسی.